درود بیکران، پاینده ایران، الله کرم اصفهان. کی الله کرم اصفهان؟ این بنده خداست که قبلا جزء تحتداران بوده، تحتدار آقای پاکزاد، تحتدار پاسدار اکبر پاکزاد، از سوپر حزب‌اللهی است. در مورد بی‌حجابی اومده تهدید میکنه، میگه آقای نظام اگر جمع نمیکنی ما میایم پاره میکنیم. پاره میکنی؟ اکبر پاکزاد پاره میکنی؟ اون کارهایی که تو بچگی باید کردم تو کلاس قرآن، یعنی میخوای انجام بدی، دورش تموم شده، تو هم دادی، الان بهت ثابت میکنم تو به تجاوز شده. ببین اینجوری نگاه نکن، این قیافش اینا اینجوری خشن مشنا، خیلی دل رعوفی داره. بارها توی عرض سنهایی کمتر، حتی تو همین سنم خوشش میاد، شکمهای زیادی رو گودیه کمرش اومده. این بچه شیعه هست و کار لوات دیگه. آقا لوات دوست دارن اینا، خیلی دوستا. بگو آقای پاسدار، بفرمایید تحتدار، بفرمایید. حیف نام پاسدار که واژه پارسی پ داره، رو شما تروریستای جنایتکاره. بگو عزیزم. علی الحسین و علی علی ابن الحسین. دست به نقش شاشیدم به حسینت. حالا بفرمایید عشقم. و علی اولاد الحسین و علی اصحاب. و علی اولاد حسین، بفرمایید. حسین. امشب اومدم در این مکان مقدس. و فکر کردم که به مسئولین کشوری و مسئولین استانم یه تذکر بدم در رابطه با حجاب و حفاظ. دیگه بسه، ملاحظه کاری بسه، دارم دق میکنم. مردم آزادن تو داری دق میکنی؟ خب ببخشی به کتف چپم که داری دق میکنی، به واژن حضرت زینب که داری دق میکنی، به باستن سفید و نمکی خانم، نه نمکی بابا، سفید و نمکی با هم نمیشه، به باستن نمکی فاطمه زهرا که دق میکنی. میدونستی فاطمه زهرا اینقدر پشت به علی داد، بدبخت همش آبسه مقعدی داشت، تفلک فاطمه با اون آبسه های مقعدی. بفرمایید عشقم، پوزش میخوام. این حرف من نیست، این امر به معروف و نهی از منکر در مورد حجاب حرف دینه. شاشیدم به دینت. بفرم. حرف این شهداست. پس اگه شهدایی که گفتم بعد حجاب باشه، شاشیدم به اون شهدا. بفرمایید. چرا مسئولین، مخصوصا مسئولین فرهنگ و امور اجتماعی، چرا باید اینا اینقدر ملاحظه گری کنن؟ از چی میترسید؟ از چی میترسید؟ هجمون تعداد و نفرات. نمیفهمید گوساله؟ تغییر بافت هجمون نگاه دینی و مذهبی شما، نمیفهمید تو جامعه اقلیت شده؟ من دارم اینجا توهین میکنم و استراتژیه، ولی ببخشید واقعیت های میدانی رو ببین آقا. هجمونتون کم شده، هجمون نفراتتون کم شده. پافشاری بیشتر کنی، افرادی مثل امید دانا قضیه رو به سمت رادیکالیسم بیشتر علیه مذهبت میبرن. گفتمانمون روز به روز جا باز میکنه. گفتمان که جا باز کنه، از حالت تئوری و از حالت فکری به سمت سازماندهی و عملیات‌های چریکی میره. بفهم دیگه من چجوری برات باز کنم. ما داریم مقدمه، خب جمهوری اسلامی میدونه من دارم چیکار میکنم، یه مقدمه یک جنگ بزرگ داخلی رخ میده. کوتا بیا دیگه آقا، ما هم نمیخوایم جنگ داخلی بشه، ولی کوتا نیاد ما هم یک لحظه دیگه کوتا نمیایم. من دارم به حکومت میگم تموم شد. اگه فکر میکنیم ما به عشق ایران در برابر کسافتکاری شما دیگه سکوت میکنیم، تموم شده. چون کسافتکاری شما ایران رو قرار ببره به آینده سیاه. حالا آینده ایران که سیاه هست، چه ما منفعل باشیم چه نباشیم، تو میخوای ایران رو ببری به یک سمت سیاهی دیگه. پس حالا که داری میبری به سمت سیاهی، ما برای سیاه‌ترش هم میکنیم، جامعه رو آماده میکنیم برای جنگ داخلی با شما. اون وقت ببین چه خبر میشه. هجمون اگه مردم، اگه سازماندهی بشن مردم، اگه دیگه به اون نقطه برسن که شما رو بر حذف به هر حال انجام بدن، حذفتون بکنن، دیگه ببخشید اونجا جنگه. حکومت برخی از افرادش فهمیدن این قضیه رو، میگن آقا نباید این گسل رو بیشتر از این تکون بدیم. گسل رو تکون دادیم، امید دانایی که 5 سال به ما احترام میذاش، الان کمترین حرفش در باب پایین تنه فاطمه و زینبه. خب میفهمه، بعد میگه چرا؟ مگه دهه 60 که هجمون نفرات با تو باشه؟ فقر گفتمانی داری، ورشکستگی گفتمانی داری، رفته رنگ حنایی که قبلا برای بخشی از مردم داشتی، رفته. تازه میگی چرا؟ برو بمیر دیگه، سنت هم بالاست، خفه شو بذار بچه های دهه 80 کارشونو بکنن،
مرتی که گونی چی میترسی؟ آخر عمری بده حال کن، بچه جوون بسیجی رو بیار، تو دیگه توان آخه داستانم نداری که فاعل باشی، بچه ها رو بیار اونجا، همون میدونی چیکار میکنن باد، حال کن دیگه، گول ریش و سیبیلش هم نخورید، به خدای ایران قسم این میده، همشون یه مش گونی هن. آقا من به خاطر عصبانیت به اینا تهمت نمیزنم، فیلماشون داره در میاد یا نمیاد؟ رضا سقطی رو تا قبل از که فیلمش در بیاد فکر میکردی با اون هیکل با پسر جماعت بخوابه؟ خب دیدی خوابید، فقط که باور مذهبشون اینه بابا، امام سجادشون به خدا میداده، علیشونه که 100% لب میداده به محمد، امام محمد باقرشون هم همینطور، باقر با قر رو میاد، همون شده رفت. چی میترس؟ الان که دولت انقلابی اومده است به مجلس طرح داده برای حفاظ حجاب، مجلسی که حضرت آقا فرمودن مجلس انقلابی هستین، چرا دست به دست میکنین؟ از چی میترسین؟ میدونین در همین مکان مقدس دهه اول ماه محرم من با چشمای خودم، نه من، خانواده شهدا، چه وضعیتی بود اینجا، همین گلستان 7800 شهید اینجا را میدن، همشونم در وصیت‌نامه هاشون در مورد حجاب و حفاظ تذکر دادن. خب گوه خوردن که تذکر دادن در مورد حجاب همسر من و زنان خانواده من، تذکر دادن که دادن، گوه خوردن، گوه خوردن با کل اهل بیت، منطق بیار، چرا باید حجاب داشته باشیم؟ نداریم، گوه نخور، این گفته اون گفته، الله گفته غلط کرده، حسین گفته غلط کرده، شهدا گفتن غلط کردن، تموم شد، دین گفته بیشتر غلط کرده، منطق بیار چرا باید داشته باشم؟ اینکه این گوه هر چی بشه میگیم چرا، میگه اون گفته این گفته، این گفته اون گفته، که اینکه منطق تولید نمی‌کند، چرا؟ صحبت کردم. البته من میدونم اینهایی که این شکلی میان بیرون، برهنه میان بیرون، کم حجابن، بی حجابن، بد حجابن، اینا دو دستن، یه دستشون جاهلن که باید جهلشون رو برطرف. همین مونده که این بچه گونی تو این سنش با آقا خجالت نمیکشی با این ریشه سفیدت، شکم افراد دیگه رو گودی کمرت میان به تو میدی، دیگه نمیتونه فاعل باشه، مفعول، این داره میگه که بقیه اینه که اینجوریان، اینا جاهلن. آره تو خوبی، شخصیتاتون رو خورد میکنن با این برنامه، خیلی اذیتتون میکنن، تو این حوزه وارد نشید، من دیگه خط قرمزی ندارم، مادری میبینی خط قرمز دیگه برای من شوخیه، حالا که وارد این بی پرنسیب ها کردید منو، من چون قبلا یه پرنسیب برنامه سازی رایان، حالا که وارد این قضیه شدیم و نخبگان این مملکت شعار رکیک دادن، بدونید که من بهتون رحم نمی کنم، من هیچ خط قرمزی برای رسیدن به هدفم ندارم، اینو یادت باشه، دونه دونه تونو تو همین برنامه ها مثل سوس زیر پاهم له میکنم میرم جلو، فقط برنامه نیست که هرچی دارم میخواد بگم تأثیرش رو تو جامعه میذاره علیه شما، کاری میکنم که همه مردم، وقتی خودتو رو کاری میکنم بچه های دهه 80 بیان انگشتت کنن، فهمیدی؟ نکنید این کارو، تو اون مسیر نرید، کوتاه بیاید، ما داریم هشدار بهتون میدیم، ما دلمون نمیخواد که بالاخره شما تهش هموطنید، دلمون نمیخواد که باهاتون واقعا برخوردهای تحقیرآمیز و خشونت‌آمیز داشته باشیم، کوتاه بیا آقا، کوتاه بیا، فضولی زندگی مردم به تو نیومده، کاری نکنید که شما حاجی بازاریا رو کاری کنی، بچه‌ها یعنی بیام کمپین بزنم، بچه‌ها بیان تو رو انگوش کنن، فیلم بگیرن به جای عمامه پرونی انگوش کنی را بندازیم، ما خط قرمزی نداریم، ما بچهای دهه 80 هم رو نقطه جوشن، هر چقدر بریم به سمت رادیکالیسم اونا بیشتر حال میکنن، حواستون باشه، یعنی دیگه فقط با زناتون کار نداریم، خودتو هم که ریشا پشم اونجوری داری خودتو هم ترتیب میدیم، جهل کی باید برطرف کنه؟ همون مدیر امور فرهنگی اجتماعی تو شهرداری، تو استانداری، تو ارشاد، هر جایی که میتونه اینا هستن دیگه، این مسئولون همه جا هستن، مطلب بعدی نه، یه سرشون هدایت شدن، اینا رو باشون باید برخورد کرد، وقتی یک زنه عرض کنم که بد حجابی میاد در میدان امام، در جایی که نماز جمعه برپا می شده، در جایی که اعزام های سنگین تا
برای جبهه‌های حق علیه باطل می‌شده، خود من فرمان می‌دادم، خود من اینا را آموزش دادم، خود بنده آموزش دادم. دارم گریه می‌گیرم. من نمیگم برخورد تون کنی من... کوتاه نیای بابت شیشه نوشابه‌ای که توت میره گریه می‌کنی. ما داریم هشدارا رو بهتون میدیم. این آرامش قبل از طوفانه. نکنید. مسیری که دارید میرید تو این دو سه سال یک جنگی ممانند سوریه تو ایران راه میندازه. نرید به اون سمت. هنوز میشه خیلی غذایا رو جمع کرد. من باز به عشق ایران دارم بهتون هشدار میدم، وگرنه شما لایق هشدار ما نیستید. لایق دلسوزی ما نیستید. ما اگه دلسوزی داریم به خاطر کشورمونه. نکنید. کل دین و مذهبت ببین چه جوری داره فوش میخوره. نکنید. ما هم تموم میکنیم. شما کوتاه بیایید، ما هم تموم میکنیم. کوتاه نیایید، ما آتیشمون تندتر میشه. نکنید. من نمیگم برخورد درج کنن خشن کنید، ولی یه فکر اساسی بکنید. مسئولین کشور جمهوری اسلامی ایران، مگه حضرت آقا فرزند زهرای مرضیه نفرمودن که کشف حجاب یا بد حجابی یک حرام شرعی با یک حرام سیاسی؟ اینو گفتن دیگه رهبر. خب رهبرم گوه خورده، تعارف نداریم که. ببین دیگه، گفت که همش اون گفت، این گفت، اون گفت، این گفت. حرف یعنی ورشکستگی شیعه. اصلا تو اینو ورشکستن همینه. از اولش گفت این گفت، اون گفت. دولت هم که به مجلس ارائه داده، چرا دست به دست میکنی؟ چرا؟ به خاطر هژمون نفرات. هژمون جامعه به سمت بیهجابی است. هژمون جامعه به سمت حزب اسلامیته. حکومت به خوبی میدونه بیشتر از این پافشاری کنه، گسلهای اسلام ستیزی در حد اعلا اکتیو میشه. بفهم، خر بود میفهمید. هی میگه چرا چرا چرا، زورش نمیرسد. تمام، بفهم دیگه. زورش میرسید در مثل دهه 60 پونز بر پیشانی دختران میذاشت. اون موقع هژمون نفرات شما بیشتر بود، الان نیست. بفهم. بعضی ها میان میگنش که حالا یا جاهلن یا خدای نکرده سکولارن. من نمیدونم خدای نکرده سکولارن. چقدر کار بدی میکنن آدمایی که سکولارن. درسته ما خودمونم موافق یک سری ارزشهای غربی نیستیم، ولی باز ارزشهای غربی رو هر جور نگاه کنی خیلی جاش درست و جواب، یعنی نسبت به اینا جواب داده دیگه. ما اگه بریم سمت ارزشهای غربی نسبت به ارزشهای کثافت اینا، باز دهیت جلوییم. ما ایرانمون فردا غربگران بشه، باز جلوییم. اینو بگم بهتون به عنوان یک کسی میگم منتقد غربگراییم، دشمن غربگرایی که نیستم، منتقدم. تو همین غربگرایی هزار تا داستانای خوب وجود داره. به عنوان کسی میگم که سالها علیه غربگرایی برنامه ساختم، ولی اینا جنبشو ندارن. عزیزم من الان بین غربگرایی و شیعه، معلومه که غربگرا. من بین شیعه و همجنسگرا میام، آقا من مشکلی با اون وقت با همجنسگرا. شیعه کثیف‌ترین داستانه. بفهمیم. این طرف اصلا همجنسگرایی، غربگرایی، ایران با هر چی، هر چیزی بهتر از شیعه توه. بفهمیم دیگه یه مقدار. شما رو به یه تارمو گیر دادید. آقا جون این تارمو خلاف شرعه، خلاف دینه. تو این تارمو رو اجازه بده. این اون وقت لواط چی؟ لواط خلاف شرع نیست. خانم پوشش بده. ببین برکت خدا میاد. خدا میاد. عزت خدای میاد. یعنی این خدای بیشور تو دخترای ما موهاشونو بکنن تو روسری 22 تا بیماری پوستی بگیرن، خدای تو به شماها برکت میده؟ ببخشید پوزش میخوام از بانوان. من این جمله رو دوست ندارم بگم. من ریدم تو اون خدات قربون شکلت برم، فدای تو بشم عزیزم. اصلا سگ نه، منم اصلا بهش لیاقت نداره خدای تو. سگ رید تو دهن خدات. هر خدایی که هست اسمش الله، هر چی هست. آخه چه حرفیه تو داری میزنی؟ خب ما دینمون دین اسلام دیگه. هر حرامی رو انجام ندیم خدا کمک میکنه، رحمت خدا شامل. منطق رو نگاه کن. این ثروت گفتمانیست. ثروت دارن آقایون اینا. اینا به بنبست نرسیدن که. ما ملت امام حسینیم، نگه نمیبینی چقدر خوب میتونه اقناع کنه؟ مو بره توی چی، خدا با ما آکی میشه و خدا به ما برکت میده. ته گفتمانه. اقناع شدی آقا؟ دلت سیاه مثل امید دانا دیگه. مثل امید دانا معاندی، نمیخوای آگاه بشی. خداوند در گوشت
پرده، جلوی چشات هم پرده در، تو گوشت هم صرب ریخته که مفهوم حرفای این آقا رو نفهمی. دقت کن دیگه، تفلک داره با منطق باهات صحبت میکنه. ثروت گفتمانیست. دوباره ثروت گفتمانی تو رو کن. هر حرامی رو انجام ندیم خدا کمک میکنه، رحمت خدا شامل میشه. اینو فراموش، چرا برعکس نمیگین؟ برعکس بگین، بگین حفظ حجاب کنی، حجاب کنی بانوان عزیز، دختران سرزمین من، حفظ حجاب کنی، حجاب کنی، حفظ حجاب کنی، حفظ حجاب کنید. تله با منطق باهاتون صحبت میکنه، چون منطقم زیاد بالاست دیگه نیاز نیستش که موزیک بندازن زیر صداشو دیگه، با عکس و فیلمای دیگه در کنار این صحبت‌های بسیار گرانبها بخوان این کلیپو مثلا قابل خوردن بکنن. دیدید مثلا شما یه غذای خوب نیست، حالا هی ادویه میزنی که بره پایین. آره این وقتی که اینجوری هم هی براش موزیک اینا میزنه همینه دیگه، ولی داره منطقی صحبت میکنه تفلک. این اصلا این سرشار اطلاعات از این بچه‌شیا داره میریزه، تا دهن وا میکنن اطلاعات و استدلال و منطقی که داره میریزه بیرون. یه عده آدم بی شعور مثل این امیددانا نمیفهمن که سرای جبو حفظ حیا کنین، حفظ، البته نه همه و یه تعداد محدود، لذا اگر این رو حفظ کردین قطعا خداوند تبارک و تعالی و 14 معصوم علیه السلام و دعای رهبری شامل ما میشه و این شهدا هم شاد میشن. این 14 تا معصوم میتونستن یه زندگی دستی سر روی زندگی خودشون میکشیدن. این وظیفه من بود به عنوان یک عرض کنم که تفنگچی به شما بگم. البته تفنگت خیلی خشاب خالی میکنه، حواست باشه کمتر خشاب خالی کن. طبقای این کار وایستدم، اگه مسئولین سوس بیان خدا رو شاهد میگیرم یه تعداد هستن که با من هم فکر و هم عقیده هستن. آتش به اختیار میام تو بیرون، آتش به اختیار میام تو بیرون. تهدید کرد آخرش که مسئولین کتابیام و آتش به اختیار میام تو خیابون. این گردن کلفتیشونه. تو یه عده پشتت هم، ما به یاری اهورامزدا بچه های مردم رو کانالیزه میکنیم، آتش به اختیار بیان در باستنت بمالن. البته تو پدر سوخته خوشت میاد، انقدر تو کلاسای قرآن دادی که حال میکنی، ولی این کار باید بکنن فین بگیرن. داریم بهتون میگیم این مقدمه جنگ داخلیه. تهدید آخر این آدمو جدی بگیرید. نگاه کنید، میگه یه تعداد با من هم فکرن. مسئولین سوس بیان تفنگچی به شما بگم. اینجا میگه من به عنوان یه تفنگچی، گوش کنید. من بود به عنوان یک عرض کنم که تفنگچی به شما بگم. البته پای این کار وایستدم، اگه مسئولین سوس بیان خدا رو شاهد میگیرم یه تعداد هستن که با من هم فکر و هم عقیده هستن. آتش به اختیار میام تو بیرون، آتش به اختیار میام تو بیرون، آتش به اختیار. به خدا ترتیبتو میدیم، بچهای مردم، مردم کلن باید آماده شید در این دو سه سال برای آرایش جنگی متناسب با این افراد. از حوزه لب و دهن ملت باید خارج بشن. این افراد مشخصه کی هستن، کجا زندگی میکنن و داستان چیست. هسته های مقاومت، ارتش مردمی برای حفظ کشور باید آرایش متناسب جنگی در برابر تروریست داعش، داعش شیعه برای خودش آماده کنه. باید آرایش درست جنگی بگیریم و این کارو خواهیم کرد. اگر تو داری تهدید میکنی، تو ما رو نشناختی. چقدر به اون حسین شرخر و به تنبان فاطمه زهرا و زینب و به قسمت واژنشون اینا اعتقاد داری؟ هزار برابر ما به خاک ایران اعتقاد داریم. متعصبی؟ متعصب ندیدی. تعصبی که ما رو ایران داریم نمیتونی درکش بکنی. با تعصبمون به ایران مثل سوسک زیر پامون لهتون میکنیم، استخوناتون رو خورد میکنیم. همونطور که الان شیعت رو بیابرو کردی، ببین هیکل گندت نشستی میگی من دارم گریم میگیره. گریت میگیره؟ کاری باهات میکنیم که دیگه نتونی کمر راست کنی. همین الان هم نمیتونی انقدر دادی، ولی از این دادنها برات زیاده. پیش میریم به سوی آرایش جنگی متناسب با این تروریست های شیعه. پاینده ایران، قربونتون برم. تک تکتون رو به اهورامزدای ایران میسپارم. بدرود.